رویتر. یادداشت دبیر کل وزارت خارجه فرانسه. دستورات پیرامون تعویق تمامی سفرهای ماموران این وزارتخانه به ایران. پاریس، 20 اوت 2018. در چارچوب روابط دو جانبه متأثر از پیامدهای قضیه ویلپند، دیپلمات رژیم ایران ثبت شده در وین، هم‌اکنون در آلمان در کادر تحقیقات پروژه سوء قصد علیه گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق ایران تحت بازداشت است. مقام‌های رژیم ایران از طریق رفتارهای خود سخت‌تر شدن مواضعشان را نسبت به کشور ما و برخی از شرکایمان نشان می‌دهند. با توجه به تهدیدات امنیتی واقعی همچنان که در گذشته هم وجود داشته است، از همه ماموران وزارتخانه خواسته می‌شود تا اطلاع ثانوی هر گونه طرح سفر به ایران را به تعویق بیاندازند. خبرگزاری رویتر در گزارش خود پیرامون یادداشت وزارت خارجه فرانسه درباره به تعویق انداختن تمامی سفرهای غیر مبرم کلیه ماموران این وزارتخانه به ایران، متن کامل این یادداشت را منتشر کرده است. متن دستورات ابلاغ شده توسط دبیر کل وزارت خارجه فرانسه بدین قرار است: جمهوری فرانسه، وزارت اروپایی و امور خارجه، دبیر کل، پاریس، 20 اوت 2018. موضوع: سفرهای ماموران وزارتخانه به ایران. دستورات: در چارچوب روابط دو جانبه متأثر از پیامدهای قضیه ویلپند، دیپلمات رژیم ایران ثبت شده در وین، هم‌اکنون در آلمان در کادر تحقیقات پروژه سوء قصد علیه گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق ایران تحت بازداشت است. مقام‌های رژیم ایران از طریق رفتارهای خود سخت‌تر شدن مواضعشان را نسبت به کشور ما و برخی از شرکایمان نشان می‌دهند. از این رو با توجه به تهدیدات امنیتی واقعی همچنان که در گذشته هم وجود داشته است، از همه ماموران وزارتخانه چه از اداره مرکزی و چه در پست‌های دیگر خواسته می‌شود که تا اطلاع ثانوی و به جز در مواردی که الزام اداری وجود داشته باشد هر گونه طرح سفر به ایران را به خصوص برای دلایل توریستی یا زبانشناسی به تعویق بیاندازند. هر مأمور وزارتخانه که به صفت فردی و حتی با برخورداری از پاسپورت دیپلماتیک به ایران سفر کند، اگر در آن کشور ثبت نشده باشد، از هیچ گونه مسئولیتی برخوردار نیست. دپارتمان از مدیران و رؤسای پست‌ها می‌خواهد که این یادداشت را به همه مأموران تحت مسئولیتشان توضیح کنند. موریس گوردو مونتانی. And now, with round-the-clock updates from Reuters journalists, here are today's top stories. France tells its civil servants, don't go to Iran. In a nosedive for French-Iranian relations, Paris is now telling its diplomats and foreign ministry officials to postpone indefinitely any non-essential trips to the Islamic Republic of Iran. An internal memo obtained by Reuters has French officials citing a foiled plot to bomb a rally held by exiled Iranian opposition group members near Paris earlier in the summer. That was attended by Rudy Giuliani as well, Trump's lawyer and former New York mayor. The French government's not publicly implicated Iran in the plot, but it also cited a hardening of Tehran's attitude to France in the memo. The warning comes as Iran is trying to shore up support among European allies for its tattered nuclear deal. The U.S. pulled out in May and imposed sanctions. The memo underscores how confidence in the Tehran government's been eroded, even as President Emmanuel Macron talks up preserving the nuclear accord.